تابستان که میشد بچه های آبادان توی خونکی شط آب تنی می کردن. شاید هم میدان نخلستان عرصه بازی های کودکانهشان می شد. اما برای بازی های کودکانه ی علیرضا هیچ جا آسمان نمی شد. وقتی بچه ها نفس هایشان را در سینه حبس می کردن و سر به زیر آب می بردن، سر علیرضا بالا بود و به بادبادک کاغذیش چشم می دوخت. مبادا بادبادکش در برابر پیچش سهمگین بادی تند واژگون شود. همه ی رویاهای علیرضا برای پرواز از همان روزها شکل می گرفت. رویایی که خیلی زود واقعی شد و بادبادک کاغذی و نحیف علیرضا جایش را به پیکری سرد اما چابک هواپیمای شکاری داد. سال 1348 بود و علیرضا یاسینی 18 ساله می شد. باید تصمیم می گرفت و چه تصمیم ساده ای بود. علیرضا فقط یک رویا داشت و آن هم پرواز بود. در سال 48 به قصد استخدام در پلیس راه به اصطلاح به تهران اومدن. ولی بعد از چند وقت برگشتن به آبادان و پدرم گفتن که من می خوام به نیرو هوایی به استخدام نیرو هوایی در بیام و در اونجا استخدام بشم. پدرم هم اجازه لازم بهشون داد و مدارک لازم، امضاهای از فامیل ها و استشهادهای لازم گرفتیم. بعد ایشون به تهران اومدن. این شد که سر از دانشکده خلبانی در آورد. برای خانواده تنگ دستی که پسرشان را به زحمت به اینجا رسانده بودند توفیق کمی نبود، اما این تازه اول راه بود. رسم دانشکده بود که بچه رو اذیت کنن، این ماها رو از اون که حالا بالاخره ندیدون دوره نظام و اذیت میکردن چون که طاقت داره وایس. ما شب اول یادمه ما 6 نفر بودیم وارد شدیم که من و رضا یاسینی و جعفر عمادی و عباس پورعلی و عباس سرابخان یکی دیگه 6 تا با هم بودیم. یه چیز نزدیک 2 ساعت نیم 3 ساعت ما رو اذیت کردن. یعنی اذیت کردن منظوری که برای به عنوان آشنایی با دانشکده سرگروه دانشکده یا ارشد دانشکده ما را تست کردن. بعد اومدیم توی اتاق با هم آشنا شدیم. اوایل بعد از تشکیل گردان و آموزش‌های اولیه نظام جمع و اصول نظامگری اعزام شدیم به قلعه مرغی. قلعه مرغی با هواپیمای سبک یک موتوره به نام سسنا شروع کردیم پرواز کردن. خوشبختانه هر دوتا علاقه خاصی نشون دادیم. همیشون هم علاقه خاصی نشون میداد به پرواز. هر پروازی که میرفت و میومد خاطرات خوبی رو تعریف میکرد و میگفت دارم لذت میبرم و خیلی دوست دارم. دوره مقدماتی پرواز در پادگان قلعه مرغی تهران برای علیرضا بیشتر از یک سال طول نکشید و او برای یادگیری بیشتر به آمریکا رفت. آبان 1349 بود که علیرضا دوره آموزش پیشرفته خلبانی در پایگاه لوریدوی تگزاس را شروع کرد. در ایالت تگزاس کلاس زبانی بود که اکثر کشورهایی که میمدن اونجا یا دانشجو داشتن یا تخصص خاصی رو میخواستن یاد بگیرن مجبور بودن 3 الی 4 ماه کلاس زبان رو ببینن. من و شهید هم در یک کلاس شروع کردیم به کلاس زبان و زبان تخصصی که مخصوص به هواپیما هستش، اصطلاحات پروازی و فرودگاه مختلف و تخصصهای پروازی. ایشون یک دستی چک کامل از خودشون رو امضا کردن به من دادن که تمام مدتی که آمریکا بودن که حدود 1.5 سال بود من حقوقشون از اینجا دریافت کردم و صرف خانواده میکردم. یعنی خانواده فقط با حقوق ایشون امرار معاش کرد تا اینکه پدرم کار مختصری گیر آورد، ولی درآمد اصلی ما از همون حقوق تیمسار بود که چکایی که گذاشته بودن ایران. بین بچهای آمریکایی و کانادایی که تعداد محدودی ویتنامی هم در بین ما بودن یه محبوبیت خاصی پیدا کرد.
اکثر بچه‌های تشکیل دهنده کلاس البته آمریکایی بودن. در بین آمریکایی‌ها یه محبوبیت خاصی داشت که خیلی خنده رو بود و بعض گاهی اوقات با اینها شوخی می‌کرد و آمریکایی‌ها در بازی‌های مختلف یا تیم‌های مختلفی که تشکیل می‌دادن برای شنا، برای فوتبال، برای والیبال اول ایشون رو انتخاب می‌کردن. اون کسی که حق انتخاب داشت اول رضا رو انتخاب می‌کردن. اواخر سال 1350 وقتی علیرضا به کشور باز می‌گشت، دیگر برای خودش یک پا خلبان شده بود و با درجه ستوان دومی برای پرواز با هواپیمای F4 انتخاب شد. هواپیمایی که قرار بود به زودی برای علیرضا تبدیل به بادبادک سبکبالی شود. پرنده‌ای که مهار آن برای علیرضا به اندازه کشیدن یک نخ در دستان یک کودک خردسال باشد. مهارتی که به دست آوردنش برای علیرضا فقط 4 سال طول کشید. اول دوره کابین عقب را طی کرد و بعد خلبان کابین جلوی F4 شد. کابین عقبی F4 را به اتفاق هم در نیمه اول سال 50 شروع کردیم. دوران خیلی خوبی بود. تمام بچه‌هایی که این گردان را تشکیل دادیم کسانی بودیم که در سال 48 استخدام شده بودیم، کسانی بودیم که در آمریکا در کلاس زبان، در زبان تخصصی با هم بودیم. در نتیجه خیلی خوب یکدیگر را میشناختیم و این کلاس را شروع کردیم با روحیه خیلی خوب. بعد از پایان کابین عقبی F4 تقسیم شدیم به پایگاه مختلف. من جمله من به پایگاه سوم همدان منتقل شدم و ایشون منتقل شد به شیراز. بهمن ماه سال 53 بود و یک سالی از ازدواج علیرضا می‌گذشت. حالا او یک سوار تیز تک بود که بر مرکب بالدارش می‌نشست و در آسمان‌ها می‌تاخت. اینجا بود که برای یک دوره مأموریت عازم پایگاه شکاری همدان شد و پس از آن در سال 1356 به پایگاه ششم شکاری بوشهر رفت. من دو مرتبه به همدان برگشتم و ایشون برگشت به پایگاه بوشهر. به قول مشهور یه ژیان خریده بود که بچه‌ها رو از خونه‌شون به اداره می‌برد و از اداره بلکس می‌برد خونه‌شون. بچه‌ها تعریف می‌کردن که در بین راه تمام مانورهای هواپیما رو روی این ماشین ژیانش تمرین می‌کرد. گردش‌های گود، گردش‌های کم، سرعت زیاد و احیاناً واماندگی هواپیما رو روی ماشین ژیانش تمرین می‌کرد. که خیلی جالب و دیدنی بود. یه فرمانده اومد در بوشهر روز اولی که ما رفته بودیم اونجا و ما گفت آقایون اگر اینجا بوشهره شیر آب باز کردین، آب آمد عالیه، اگر نیامد این عطسه شما میزنین شیر آب باز کنید تموم میشه. این عادیه. یه روز همین فرمانده از پرواز میومد، دیدی که از این خلبان رفته بالای درخت داره خورما میکنه. دعواش کرد تو عملیات، گفت اونجا چیکار میکردی؟ گفتیم چهار اگر شما ببینین ما اونجا نشستیم، ماشین اومده ما رو سوار کرده آورده عالیه، اگه ماشین نیاد دنبالمون ما بریم بالا درخت خورما بخوریم که نمیریم عادی. همین آقای ایزدستان رئیس عملیات ما بود، گفت شما میرین نون بخرین تو بوشه واز میکنین تو راش سوس شه، این عادیه، اگه نبود عالیه. سال 1357 اوضاع کشور دگرگون شد. علیرضا طرفدار امام بود و عاشق ایران. وقتش رسید تا رسم سربازی را به جا آورد. او و دوستانش فهمیدند که رژیم قصد دارد با وخیم شدن اوضاع مملکت هواپیماهای پایگاه شکاری بوشهر را به ناوهای آمریکایی خلیج فارس تحویل دهد. سرپیچی کردند تا رسم سربازی برای مردم و امام را به جا بیاورند. سربازانی که هنوز تا میدانهای سخت و حضور در عرصه مردآزمای جنگ 2 سالی وقت داشتند، شاید هم کمتر.
ساعت 13:45 بعد از ظهر 31 شهریور سال 59 بود که جنگ شروع شد و اولین هدف‌ها پایگاه‌های نیروی هوایی بود. صدام می‌خواست قبل از هر چیز توان نیروی هوایی من را از بین ببرد. او می‌دانست که خلبان‌هایی مثل علیرضا کم نیستند و فهمیده بود قبل از همه باید بال پرواز این سربازان آسمان را بشکند. پایگاه بوشهر که بمباران شد، هنوز هیچ کس خبر از شروع جنگ نداشت. ولی وقتی معلوم شد که کار عراق است، دیگر همه به فکر پاسخی مناسب به این گستاخی بودند. هدف اول عراق نیروی هوایی بود و این باعث شده بود بد جوری به خلبانهای ایرانی بر بخورد. برای همین علیرضا و دوستانش باید خیلی زود جوابی به عراق می دادن تا یک وقت خیال خامی به سرشان نزن. ساعت 2:05 روز سه‌شنبه 31 شهریور سال 59 وقتی بمب تو بوشهر خورد زمین، اولین کسی بود که به ترمیم خرابی های باند و اطرافش به همت کرد که هواپیما بتونه از رو باند بلنشن و ما ساعت 4 از روی همون باند پرواز کردیم و رفتیم عراق، بمباران کردیم آمد. طرح پاسخ از پایگاه شکاری بوشهر اجرا شد. هدایت یکی از هواپیماهای F4 که از بوشهر بلند شد به عهده علیرضا بود. این اولین پرواز جنگی علیرضا در روز اول جنگ به حساب می آمد و حالا وقتش رسیده بود که جلوی دشمن خودی نشان دهند. او و دوستش در این عملیات هواپیماهای F4 را در آسمان بغداد می رقصاندند و با مانورهای زیبا از میان ساختمانهای شهر بغداد عبور می کردند و هماورد می طلبیدند. بازی، بازی مرگ و زندگی بود و مرد می خواست که حرفهای توی کتابها را در آسمان پر از آتش و گلوله به اجرا درآورد. ما کارهای پروازی رو از 10% تا 100% پذیرفتیم که آقا شما در این بلت این موانع و این پدافندی که سراتون است و این تهدیداتی که جارید احتمالا تا 90% ممکن بر نگردید. تازه به ما یک کلت میدادن و پول عراقی میدادن، این جایزه ما بود. اگر ما بر میگشتیم این جایزه رو پس میگرفتن، اگر بر نمیگشتیم این جایزه شما مال خودمون که با این پوله خریدی بکنیم یا خوراکی تهیه کنیم و با اون کلتم خودمون نجات بدیم. ضمناً یادتون باشه برای خلبان شکاری نفر دوم یا رتبه نقره یا برنز معنا نداره. در یه مسابقه شرکت میکنی که همیشه باید نمبر وان باشی، طلا بگیری. چرا؟ چون اگر بخوای دوم بشی یعنی زدنت. وقتی هم دوم شدی در بهشت زهرا آره میده ای دیگه، نقره بهت نمیدن، برنز هم بهت نمیدن، گل سرخ بهت میدن. من خودم شخصاً با انجام این مأموریت‌ها حتی یک گلوله به من نخورد و این خودش آن به غیر از امداد غیبی چیز دیگه نمیتونه باشه که چرا این هواپیمایی که در آتش میره و بعضی موقع من به خودم میگم که این سد آتشی که من دارم ازش میگذرم، من فکر میکنم این پایینی ها الان میگم بابا این دیگه کیه که داره به این صورت به خودم تو هواپیما بارها اینو گفتم. ولی خب خوشبخت داده با الطافی که واقعا خداوند داشته، حالا ما رو زیاد دیگه دوست داشته، هیچ گونه برخوردی نداشتی با ضد هوایی دو ماه اول جنگ، به خصوص با اون شدتی که جنگ. یک هفته پرواز پشت پرواز، علیرضا و دوستانش مجال سرخاراندن نداشتند. پادگان، خاکریز، تانک، پل، خیابان، هیچ هدفی نبود که به آن نبگوید. رضا یاسینی یه سرباز مقتدر، یه جنگنده، یه شکاری آماده خدمت. رضا پرواز کن یه شماره 2 میپرید، شماره 4 میپرید. من یادم میاد که رضا یاسینی در یکی از پروازهاش با مرحوم بیژن حاجی پرواز کرد، شهید بزرگوار. اون بیژن حاجی اهل کرج بود، یکی از مخلص‌ترین خلبان‌ها هم بود اون، اما این ویژگی‌های خاص خودش داشت. رضا یاسینی سروانه و حاجی سرگرده، بیژن حاجی وای میسه شماره 2،
رضا یاسینی چون بوشهر بود و تمام برنامه و طراحی ها رو میدونست. منظور میخوام بگم با اینکه سروان بود به عنوان فرمانده پرواز انتخاب شد و بیژن حاجی چون از ستاد تهران آمده بود و منطقه رو زیاد آشنا نبود به عنوان کابین عقب شماره دو گفت من وای میسم. اینقدر قبولش داشتن. چون میدونید در عالم پرواز چیزی که مهمه تاریخ وینگ درجه مطرح نیست. هرچی وینگت قدیمی تر ساعت پروازت بالاتر باشه ارشدیت با شماست. و رفتن اونجا وقتی هدف رو زدن سر راهشون که داشتن می اومدن دیدن یه جابجایی نیرو داره انجام میشه و اینا هنوز فرض بفرمایید اگه بمبشون انداختن اما راکت دارن یا اگر راکتشون زدن هنوز گان یعنی مسلسلشون آماده است. این ایجاد تعهد و عشق به اون که به اونها بزرگترین خسارت بزنن پروازشون ادامه میدن و روی سر اون نیروهایی که در حالت جابجایی بوده حمله میکنن و اونا رو میبندن به رگبار مسلسل و بعدهن عکسی که ما میبینیم یا اخباری که به ما میرسه میبینیم حمله دومشون مؤثرتر از حمله اولشون. اینجا تأسیسات نظامی عراق از اون ستونی که ملاحظه می‌فرمایید در جاده ستون نظامی هست که بمب درست روی این ستون منفجر میشه. هر روز که از جنگ میگذشت علیرضا برای خودش اسم و رسمی پیدا میکرد. خلبان لایقی بود که باید در عملیاتی بزرگ خودش را نشان میداد. فرصتی که هفتم آذر 1359 به دست آورد. عملیاتی مشترک با نیروی دریایی به نام عملیات مروارید. اسمی که بعدها خاطره ای شد ماندگار در تاریخ جنگ. تقابلی میان توان دریایی ایران و عراق در همان روزهای آغازین. در این عملیات علیرضا و دوستانش تمام توان نیروی دریایی عراق را منهدم کردند، جوری که عراق تا پایان جنگ دیگر نیروی دریایی نداشت. من فکر میکنم که ایشون بیشترین تعداد مأموریت و پرواز رو انجام داد در اون روز خاص و یکی از کسانی که بیشترین ضربه رو به نیروی دریایی عراق وارد کرد شهید یاسینی بود. یعنی به نام واقعا ایشون علیرغم اینکه خب همه دوستان و خلبان‌ها هم رزم‌های ما اون موقع پرواز می‌کردن و در پروازها بودند، خب بعضی‌ها شاخص‌تر بودند، بعضی‌ها واقعاً بی‌باک و شجاعانه می‌رفتن و تا مرز خطر، البته همه مأموریت خطر بود، منتها خب در سخت‌ترین شرایط هم کم نمی‌آوردن و در حقیقت اون روز هم فکر می‌کنم عنصر اصلی رو من شهید یاسینی میبینم توی اون پروازها و زدن ناوچه های عراق. در دو تا مأموریت برای من پیش اومد انهدام ناوچه ها در خلیج فارس که یک ناوچه رو به ما دادن که منهدم بکنیم. ما رفتیم به هدف رسیدیم، سعی کردیم ناوچه رو منهدم بکنیم ولی هر کاری کردیم موشک ها رها نشد. با مسلسل خواستیم بزنیم، باز مسلسل جردازی نکرد. بعد که اومدیم پایین گفتن که خوب شد که نزدی، اون ناوچه خودی بود. گفتم وای اگر ناوچه خودی رو ما میزدیم چی میشد. بعدها که بررسی کردیم یک کلیدی ما داریم انتخاب میکنیم نوع مهمات، اون کلید اون روز اصلا من ندیدم تو هواپیما. این عملیات انجام دادن اون کلید اون روز ندیدم. بعد که اومدیم و به مینتنس گفتیم این هواپیما اشکال داره و یک سری مسائل، بعدا گفتم که شما چیزی گذاشتی در حالت فلان، گفتم این الان فراموش کردم و همین فراموش کردن من باعث شد که یه ناوچه خودمون واقعا نجات پیدا بکنه و ما نزنیم این ناوچه رو. هر روز که از جنگ میگذشت علیرضا مهارت بیشتری در هدایت F4 پیدا میکرد. سال 60 درجه سرگردی می گیرد و می شود فرمانده گردان 31 همدان. نمی شد که خلبانی مثل علیرضا ناشناس بماند. دیگر حتی عراقی ها او را می شناختند و از دستش به ستوه آمده بودند. جناب سرهنگ یاسینی لیدر دسته در دو دسته پروازی همطور که روی برد نوشته شده
سال 62 با درجه سرهنگ دومی به عنوان جانشین فرمانده پایگاه شکاری همدان انتخاب شد. اما باز هم به اصرار خودش در پروازهای برون مرزی شرکت می‌کرد. همیشه داوطلب بود برای انجام ماموریت. نبود که الان ماموریت رو بگه مثلا من صبح انجام نمیدم، بعد از ظهر انجام میدم، یا امروز انجام نمیدم، فردا انجام میدم. اگر احیانا اون روزی پروازم انجام داده بود، بازم دوست داشت پرواز دیگر انجامه. در طول روز ممکنه دو مرتبه الی سه مرتبه ایشون ماموریت جنگی رو انجام میدن، ولی سایر خلبانا شاید یک پرواز انجام میدن یا دو تا پرواز، ولی ایشون واقعا مجدانه دوست داشت و شدید دوست داشت که پرواز زیادی انجام بده. به خاطر همین کارش هم بود که با مقایسه با هم دوره‌های خودش یا همرزمان خودش در پایگاه مختلف، ایشون یه سر و کله همیشه جلو بود و تعداد سورتی بیشتری رو جلو بودش. رضا چون یک آدم بود، حالا بچه با عناوین مختلف ممکن بود کار داشته باشه، ولی ایشون خیلی دوست داشت، اکثر پروازا رو می‌کرد. یعنی بعضی موقع ما جای خودمون گذاشتیم پرواز می‌کرد، ما خودمون کار داشتیم و اینا، پرواز می‌بودیم، رضا میری پرواز میگفت آره. به همین علت خب سر پرواز میرفت بالا و پرواز زیادی میکرد، هیچ موقع اعتراض نمیکرد. یعنی واقعا میگم که مثلا اعتراضی بکنه، من جریتوری اصلا توی اخلاق آره نداشت. یوسین وقتی برمیگشتی میومد بهش میگفتی رضا چیکار کردی؟ سر من زدمشون. حالا ممکنه یکی باشه بحر طویل بنویسه، مثلا اگر خبرنگارا بیان 4-5 سال، اگر خبرنگاری میومد از صدا و سیما شیراز یا بوشهر زیاد میومدن پایگاه ما، اگر همه حاضر به مصاحبه میشدن رضا میگه من نیستم. رضا صحبت کن، من صحبت کردم بلد نیستم، نمیام. تا اینکه سال 64 برای سرپرستی دانشجویان خلبانی انتخاب میشود تا به پاکستان برود. ماموریتی که علیرضا به هیچ وجه تمایل به آن نداشت. اما چاره ای نبود. دستور بود و باید میپذیرفت. یک سال و نیم در پاکستان میماند و تابستان سال 65 بر می گردد و به پایگاه شکاری مهرآباد می رود. حالا او با درجه سرهنگ تمامی افسر شناخته شده است که می تواند فرماندهی کند. مدتی به همین منوال می گذرد. فرماندهی پایگاه شکاری چابهار، فرماندهی پایگاه شکاری مهرآباد و دست آخر فرماندهی پایگاه شکاری بوشهر. پایگاهی که علیرضا همه پروازهای با شکوه شروع جنگ را از آنجا انجام داده. حالا او بعد از 6 سال به پایگاه بوشهر برمیگشت و این برایش بسیار شیرین بود. هرچند علیرضا حالا فرمانده پایگاه بوشهر شده بود، اما دست از پرواز بر نمی داشت. در طول سالهای جنگ علیرضا بیشتر از 90 پرواز عمقی به خاک عراق داشت که خیلی هایش مال زمانی بود که در بوشهر فرماندهی می کرد. او در پایان جنگ با 2759 ساعت پرواز با فانتوم بعد از تیمسار محققی رکورد بیشترین زمان پرواز با این هواپیما را داشت. سال 1369 سرتیپ دوم می شود و فرماندهیش در بوشهر تا سال 1371 ادامه می یابد. تا اینکه سال 1371 با کسب درجه سرتیپ تمامی به سمت رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده نیروی هوایی جمهوری اسلامی انتخاب می شود. جالب توجه این بود بعد از مدت ها که در پایگاه پروازی بود و از یاسینی خواستم که بیا تهران، به من گفت ممنون، من اگه بیام تهران تو خیابان تهران گم میشم. برای خاطر که اصلا تهران نمیدونم کجاست چطوریه. خیلی حاضر نبودن حالا به دلایلی از پایتخت بیرون برن، چون میدونی پایتخت خیلی امتیازات داره. حالا ببینید کنسرت میلاد و کنسرت های جوانان و همه چیز در تهران تمرکز پیدا کرد. حالا بر دلیلی من حاضر نبودم 4 سال بوشه بمونم. گفتم گرمشیلی 4 سال بسه، 4 سال یه روز گفتم نمیمونم، زندان میرم، اخراج میشم. 12 سال یاسینی در بوشهر مون. وقتی میگفتم بیا تهران گفت من نمیام، تو تهران گم میشم. این چی؟ یعنی اوج ایثار. اما بهش گفتن فرمانه و آمد و شد رئیس ستاد نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران. رفت پایگاه رئیس منطقه هوایی مهرآباد شد.
بهترین آثار از خودش به جا گذاشت. موقعی که به سمت معاونت هماهنگکنان رسید، چون فرمانده چندین پایگاه بود، به تجربه خیلی خوبی داشت و خیلی خوب مشکلات رو میدونست. از همون ستاد که بودش با پایگاه ها ارتباط داشت و مسائل و مشکلات رو خیلی خوب درک میکرد و خوب دستور میداد. زمانی که فرمانده بود در تصمیم گیریش واقعا قاطع بود. من نشنیدم از کسی که بگم توصیه قبول میکنه. همیشه منطقی فکر میکرد و منطقی تصمیم میگرفت. شاید تصورش سخت باشد، اما میتوان باور کرد که برای آدمی مثل علیرضا زندگی در روزهای آرام بعد از جنگ میتواند چقدر سخت باشه. شاید آن وقتی که علیرضا با آرامش آسمان ایران سوار بر هواپیمای F4 پرواز میکرد، بیشتر از هر چیز به یاد دوستانی میافتاد که روزگاری در شلوغی جنگ کنارش، شانه به شانهش آسمان را در مینوردیدن و ناگاه با اشاره یک انگشت یا چرخش یک بال پروازشان ابدی می شود. ما تعداد زیادی از دوستانمون به شهادت رسیدن، چه اونهایی که همراه خودمون به ماموریت رفته بودن، فرضاً دو سه هواپیما رفتیم یه هواپیما برنگشت، چه چشمان ما سانحه دادن، و چه اونهایی که در ماموریت های انفرادی خودشون رفتن به شهادت رسیدن. ولی یه مسئله مهمی که هست، ما در حقیقت باورمون نمیشه بین ما نیستن و همیشه فکر میکنیم که اینها هستن و در کنار ما هستن و احساس جدایی از اونها نمیکنیم. روی این از هیچ گونه احساسی من نسبت به اونها ندارم. فکر میکنم هستن، فکر میکنم یه ماموریت کوتاه مدت، یه مرخصی کوتاه مدت رفتن. حتی در زندگی خصوصیمون رفت آمدهایی که داریم با خانواده هاشون با بچه هاشون، اصلا یه چنین احساسی هست که واقعا اینا در کنار ما هستن و مسئله نیست برامون. فکر همین روزا اینا رو میبینیم، یه چنین حالتی داریم، یه سفر کوتاهی رفتن. حالا کار علیرضا شده بود آموزش خلبانها و سرکشی به پایگاه‌های شکاری و شرکت در جلسات طولانی. 15 دی 1373 برای او شبیه یک روز معمولی بود. 6:30 صبح کنار خیلی از فرماندهان ارشد نیروی هوایی روی صندلی‌های جت استار نشست تا به کیش برود و در جلسه هماهنگی فرماندهان شرکت کند. جلسه که تمام شد، علیرضا و تعدادی از فرماندهان قرار گذاشتند که قبل از رفتن به تهران بازدیدی هم از پایگاه هوایی اصفهان بکنند. همه چیز عادی بود. یک جلسه طولانی و بعد از آن یک بازدید و بعد هم دوباره پرواز به تهران تا اینکه شب را کنار خانواده باشی و صبح دوباره روز از نو، روزی از نو. اما غافل از اینکه قرار است این پرواز آخر همان پرواز ابدی باشد. ساعت 8:30 شب هواپیما از زمین بلند شد. حرفهای علیرضا و دوستان قدیمیش که حالا همه فرماندهان ارشد نیروی هوایی بودند شکل می گرفت. حرفهایی که این بار 12 دقیقه طول کشید. ساعت 8:42 خلبان اعلام کرد که پنجره کابین او باز شده و باید فرود اضطراری کنند. سرنشین‌های هواپیما همه معنی حرف را می‌دانستند. علیرضا فرصتی کمی داشت که یک بار همه چیز را در ذهنش مرور کند. بادبادک آهنی در پیچش تند یک باد سهمگین گرفتار بود و سقوط می‌کرد و حالا این علیرضا بود که باید مهارتش را نشان می‌داد. شاید به اندازه کشیدن یک نخ یا تکان دادن دست. همینقدر طول کشید تا علیرضا دوباره پرواز کند.